درود به همه، خوش اومدید به چنل داون شیفت و من علی هستم. در کنارتون با یک ویدیوی دیگه از بازی فورتزا هورایزن 5. استقبال خیلی خوبی کردین از ویدیوی مپ‌های گس‌ساز، نمیدونم مپ‌های کاستومی که پلیئرها می‌سازن، و امروز دیگه فقط مپ دریفت نیست. اگه یادتون باشه من ویدیوی قبلی این سری من براتون بهترین مپ‌های دریفت آوردم. امروز اومدم قراقاتی برم دیگه، یعنی چند تا مپ خوبو بهتون معرفی کنم. یکیشون ممکنه کلاً زیبایی داشته باشه، یکیشون ممکنه کارایی داشته باشه مثلا برای دریفت باشه، یکیشون ممکنه مثلا برای میتینگتون خوب باشه، یک کدومش مثلا ممکنه برای مسابقه خوب باشه. خلاصه بدون هیچ حرف اضافه‌ای بزن بریم سراغ ویدیو. خب من تو سری ویدیوهای قبلی هم توضیح داده بودم، ولی شاید خیلی ها ندیده باشن اونو. اگه سری ویدیوهای قبلی رو ندیدین همین الان بالا میذارم میتونید ببینید. البته بذارین این ویدیو رو تا ببینید بعدشونو. میایین تو بخش کریتیو هاب، میایین تو بخش ایونت لب و بعدش ایونت بلوپرینت. اون پایین دکمه سرچ هستش. حالا من مپایی که میرم و کداشونو براتون میذارم، شما این پایین میتونید توی بخش شیر کد سرچشون کنین. این مپی که الان اومدم کدش براتون میاد، لازم به ذکر که ریسه، ولی ما به ریسش کار نداریم. این مپ در واقع یه جور ژاپن توش درست کرده طرف و میگن که خیلی خوشگله. من حالا ندیدم، الان میخوایم با هم ببینیم چجوریه. کدشون پایین هست، میتونید ویدیو رو پاس کنین و کد رو یادداشت کنین، چون کد بعد یه تایم دیگه میره. خیلی خب بزنین داشام برن، بزن بریم. اوه اوه بعد بپیچیم این وقت. اوکی 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 اشتباه داشتم میرفتم. او چه ورودی ساخته. ببین بچه ها هر چی میبینین دست سازه، یعنی خود این کاربر ساخته. پشمام توی نگاه به راه پله ها بکن، پشمام اینو نگاه چه خوشگله. او اینجا پیچه. او مای گاد اینجا رو نگاه کن، ای اون بالا رو معبد شاولین چین. آقا بنازم خیلی خوشگله. اینجا میدونی به درد چی میخوره، خوراک چیه؟ عکاسی. ماشیناتونو بیارین اینجا عکس بگیرین، با ماشین ژاپنی بیارین عکس بگیرین، چه عکسایی میشه گرفت اینجا. پشمام ای همین بود، تموم شد. ولی خیلی وقت میخواد درست کردن اینا. خلاقیت و پشمام عالی بودین. من خیلی پرقدرت شروع شدیم ویدیو. پشمام یعنی واقعا دمش گرم. حتما نظرتون بنویسین ببینم نظرتون راجع به این مپ الان چی بود. من که خیلی خوشم اومد. بریم سراغ مپ بعدی. بچه‌ها این مپ رو حتما خیلیاتون توی اینستاگرام یا تیک تاک دیدین. یه جور چالش توره این مپ. در واقع شما با سرعت یه ماشینی باید بردارین که اولا S2 باشه، درگ باشه بهتر، که با یک سرعت خیلی زیادی بین دو تا فلش چسبیده شده به هم بپرین که ماشینتون بچرخه. حالا یه سری چیزا رد شین. من بعید میتونم که تا ته اینو بتونم برم، چون خیلی سخته. حالا الان میبینین کدومو میگم. مطمئنم برای خیلی آشناست، چون تو اینستا خودم زیاد دیدم توی ریلزا اینو. بذار ببینم، من حالا با هنسی ونوم اومدم. 3 2 1. خب دنده بازم دنده میدیم. میبینی اون دو تا رو، دو تا فلش چسبیده به همن. بهتره که چرخای سمت چپتون یه ذره ببریم رو سراغ اون چپی. اوه اینجوری باید بپیچین اصلا. یه بار دیگه تست کنیم. برو حالا. آهان آخ ای ای، من سومی هم میخوام برم، من سومی هم میخوام. بجنب هنسی، بجنب 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 بجنب. آهان اوه یکی زیاد بالا رفتم پشمام. آقا خیلی سخته اصلا. اون یه اون یارویی که تو اینستا با سوپرا این کار میکنه، آره با سوپرا چجوری ناموسن، خیلی سخته. اون اولشو درست به پرین، البته تمام محبت درست پریدنش یاد بگیرین. ای بابا خیلی سخته. حالا من یه چند تا تلاش میکنم تو این ویدیو، ولی بعید میدونم بتونم تمام کنم. حتما حتما توی کامنت ها بنویسین که شما تونستین اینو تا آخرش برین یا نه، و اگر تونستین با چه ماشینی تونستین به منم بگین منم بدونم. ببین کامل میدونم ماشینمون رو فلش راستی نباید باشه، یه ذره رو چپ. حالا من یه ذره میکشم به راست. اوکی ای بابا. اوه ای بابا. اوه ای بابا تو روحت. یه بار دیگه یه بار دیگه. برو برو یه ذره به چپ، یه ذره به چپ. اوکی وای بابا یه ذره. حالا باید به راست بگم. ببین نمیدونم چی بهت بگم. وسط ماشینت، خب اگر ماشینت رو بخوای به دو قسمت تقسیم کنی، وسط ماشینت باید از اون لاین جدا شونده فلشا رد شه. بذار یعنی خط زرد رو فکر کنم باید بریم. او 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 فکر کنم بچه فهمیدم. این لاین زرد روی مسیر درگ هست.
فکر کنم باید رو لاین زرد حرکت کنیم اینجوری تحرک. آره خیلی متاسفم. تا اینجای ویدیو چطور؟ حتما اگه خوشتون میاد از این سبک ویدیوها حتما این ویدیو رو لایک کنید، حتما نظرتون رو بنویسین، کامنت ها رو بهتره کنید و اگه تا الان سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنید. این دیگه آخرین تلاش همه، نشد دیگه توی این ویدیو نمیذارمش. آقا نمیدونم، من که فعلا نتونستم، شما ها تونستین حتما به من خبر بدین، حتما هم ماشینش رو بگین یزیدا که با چه ماشینی تونستین. کسایی که نمیدونن گودوود چیه، گودوود در واقع نمیدونم چجور بگم، یه جور فستیوال یا یه رویدادیه که هر سال اگر اشتباه نکنم توی شهر لندن برگزار میشه، به هر حال توی انگلیسه، که توی یک نقطه از شهر یک مسیر همیشگی رو درست میکنن و خاص‌ترین ماشین‌ها، مثلا ردبول معمولا همیشه فرمول 1 کشو میبره، یکی از ماشین‌های فرمول 1 کشو اونجا، یا مثلا سوپر اسپورت‌های خیلی خاص رو میبرن اونجا و هم یه تماشایی مثل فستیوال و میتینگ ماشینه، ولی ماشین‌های فوق‌العاده خاص و کمیاب. و یه مسیر هم درست میکنن شبیه پیست که یه دوری هم اون تو میزنن، بعضی اوقات هم کنترل ماشینا از راننده ها خارج میشه و اونجا یه تصادفاتی رخ میده. حالا سازنده این مپ که کدش رو دیدین اومده چیز کرده، این گودوود رو درست کرده توی فورزا و حالا خیلی دوست دارم بدونم که چجوریه. اینو باید بپیچیم بیاییم بالا رو ارتفاع ساخته داداشمون و یه ذره ارتفاع بگیریم. با M5 اومدم من. بیاییم این ور. او یس دقیقاً، آره شروعش همین جوریه، پشت یه خط پایان وای میسن، مسابقه نیست و یعنی تک به تک میرن گاز میدن با ماشیناشون، اصلا با هم مسابقه نمیدن تو واقعیت. خیلی خوب، 3 2 1 بزن بریم ببینیم چیه. خب پشمام چه سلیقه‌ای، چه خلاقیتی، باری کلا باری کلا به واقعا گیمرها، خیلی خلاقیتشون خوبه، چقدر قشنگ ساخته. دقیقا هم این دیواره های مسیرشو با چی میگن، گندم چی اینا با همچین چیزایی میپوشونن تو واقعیت هم. و خیلی هم مسیرهای تنگیه، حالا این یه ذره این داداشمون پهنتر ساخته برامون که راحت تر باشه. او اینجاش تنگ شد، خیلی خوشگله. اینجا مسیر تمام میشه؟ نه 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 نه، هنوز داریم. خب فکرم اینجا دیگه آخرشه. آره این مسیر رو میای و تمام شه. این مپ هایی که دارم میبرم تو میدونین خوراک، اگر ویدیوی اینستاگرام هم درست میکنین خوراک اینا هم هست، مثلا با این ماشین سری بیاین اینجا و نمیدونم بگازین دیگه. خیلی خوب ساخته بود ولی واقعا برام جالبه این مپ ها رو میبینم، هر بار که میام مپ های جدید میبینم خیلی جالبه برام، خیلی باحال میسازن. بریم سراغ مپ بعدی، نسکار توی فورتزا هورایزن. درست شنیدین، نسکار توی فورتزا هورایزن، یکی اومده پیست دیتونای نسکار رو ساخته توی فورز و میتونیم با رفیقاتون به این ریس بدین توش. حالا اگر شاید سوالی براتون که آقا تو ماشین نسکار توی فورز از کجا آوردی، پولیه توی پک فرمولا دریفت هستش این ماشین و از طرفی هم کارپس یا فکر کنم آقا پریمیوم از همه شون بهتر پریمیوم داشته باشی میتونی این ماشین رو داشته باشیش، این ماشین نسکار. حالا بریم ببینیم که دیتونا رو چجوری ساخته داداشمون. طرح‌های مختلف نسکار هم روی این ماشین میتونین دانلود کنین، من این طرح راننده جف گوردون رو دانلود کردم، خیلی باحاله. هم رو ارتفاعات پیستشون رو میسازن، خیلی باحاله. حالا بس ببینیم واقعا چجوری ساخته طرف. او یس پشمام. آره قدرت ماشینای نسکار خیلی بالاست و هرزگردیشون هم خیلی زیاد، دفع عقبن دیگه. پشمام یه ذره ده دست از انداز داره. او پشمام پیت استاپ هم ساختی؟ پیت استاپ ایل، چرا اینجوری شد؟ خوراک تصادفه، ایول ایول. ولی این لاین زردشو بذار. داداش اینا یه خطن با رنگ مشخص شدن، تو یه جوری ساختی ماشین من گیر میکنه. اینجای پیستش ایراد داره، حالا چیکار کنم؟ بیا عقب. اوه اینا علنا سرعتگیره، اینا رو درستش کن تو رو خدا. بذاریم اینوری، پشمام پیت استاپ هم ساخته، دمت گرم. کامیونایی که ماشینای نسکار هم می آوردن و مثلا گذاشته. او مای گاد، من الان میخوام مثلا تایرم رو عوض کنم. بیا بیا عوض کن. اینجا عوض شد و بعد از پیت خارج میشیم و شیکونیمون و دوباره میریم بیرون. چقدر باحال، چقدر باحال. حالا بذار یه دور کامل بزنیم ببینیم چجوری. آقا آهان، وای 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 وای
لاین زردش هم لاین نیست در واقع، یه جور سرعتگیره، اصلا اونو نباید لمس کنیم. 300 کیلومتر داداش با کدوم فیزیک؟ دقیقا با کدوم فیزیک ناموسن همچین چیزی امکان پذیره؟ یه چیز نامری برخورد کردیم بچه. این پیست روح داره. برو برو برو. حالا میفتیم این رو. وای 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 وای. ولی خیلی دست انداز داره ناموسن، چون نمیذاره آسفالت استفاده کنیم تو ساختنش، این بنده خدا پلتفرم گذاشته چسبونده به هم. آخ یه 360 هم میزنیم و آخ خیلی بالون. من خیلی با این حال کردم، خدایی با این خیلی حال کردم، تا الان با این بیشتر از همشون حال کردم. بریم سراغ مپ بعدی. این مپی که اومدیم و کدش این پایین هست، میتونید بردارین کدشو، نه برای ریس، نه برای دریفت، نه برای درگ، نه چالش، هیچی. به درد عکاسی یا میتینگ میخوره. حالا ما مپ‌های خیلی عکاسی باحال داریم، اگر دلتون بخواد، اگر حمایت از این ویدیو واقعا خوب باشه. تعداد لایک مشخص نمیکنم، میخوام بدونم در واقعیت چقدر این ویدیو میتونه حمایت بشه. اگر بشه من یه سری مپ‌های خاصی رو میشناسم که خوراک عکاسی استودیو ساختن در واقع توی بازی، میتونم بهتون معرفی کنم. خلاصه حمایت ها باید بالا باشه. ولی حالا این مپ یه پارکینگ ساخته که به درد خوراک میتینگه، یعنی میخواین با رفیقاتون میتینگ بذارین، نمیدونم ویدیو هم میتینگتون بگیرین، یا مثلا عکاسی کنین با هم دیگه. و آره هیچ هدف دیگه ای نداره. بذار بریم سراغش. مسیر رو میرین، از فستیوال میزنین بیرون و برسین به اتوبان اگه اشتباه نکنم. آره او اونها اونجا ساخته پشمان به اتوبان ساختتش، چقدر جالب. خب این ورودیشه که چقدر باسلیقه، چقدر باسلیقه. او خیلی سریع اومدم تو، خیلی باسلیقه است اینجا. این چیه این تهش؟ او ماشینای گلف رو گذاشته. ایول ایول، بنازم به این سلیقه. حالا بذار این وری رو بریم. از اینجا میایم، خیلی تنگه. بعدش میریم اینجا، از اینجا میریم بالای پارکینگ. یه ذره فقط آخ شیبش زیاده و میرسیم به اینجا. شبیه روف گاردن شد راستش. پشم موتورا رو چه باحال چیده. این فقط ایراد این پارکینگ اینه، زیر ماشینای سوپر اسپورتتون گیر میکنه. آخ آخ آخ، خیلی حس بدیه ولی تو واقعیت برای هیچ کی پیش نیاد. خب اینجا میگم دیگه، یا میتونین یه ذره دریفت هم بگین اگه میشه زد تو این مپ. ببین الان من با سیان حالا نه نمیشه. ای پرت نشیم، حالا پرت نشیم بیرون، برش کن الکی کشته ندیم. حالا بریم سراغ یه طبقه بالای دیگه هم داره، بذار بریم بالا. میرسیم به اینجا، طبقه بالای پارکینگ. چیز خاصی نداره بخوام بهتون بگم، اینا رو خراب کنیم. اینجا او یه مسیر هم اون بر داره، بذار بریم اون یکی. این دیگه فکر کنم آخرین طبقهش باشه دیگه، درسته؟ او اینجا خیلی سخت شد، خیلی سخت ببخشه، خیلی تنگ شد. آها کج میریم که زیر ماشین نگیره. و اینجا ما خیلی طبقه، بنازم به سلیقه ها، واقعا بی نظیرن، یعنی چیزایی که درست میکنن خیلی عالین. ولی بچه ها یادتون هره حتما اون چالشه رو به من بگین که با چی تونستین آخر سر بزنینش. و دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه بودین. اگر حمایت خوب باشه بازم از این سبک ویدیوها مپای خاص رو براتون معرفی میکنم. دمتون گرم، امیدوارم که از این ویدیو بازم میگم خوشتون اومده باشه. حتما توی کامنت ها برای من بنویسید بچه ها، کامنت زیاد وقتتون رو نمیگیره، من بفهمم نظراتتون رو. دمتون گرم، تا یک ویدیوی دیگه، خدا نگهدارتون.